شالوم، شالوم به تمام خواهران و برادران عزیز در هر گوشه دنیا که هستید. اول از همه به همه شما موعد پسخ و یه جشن آزادی و به همه همکیشان عزیز تبریک میگم و به این ترتیب شروع میکنیم. میگه وقتی نگاه زندگی نفر یهودی میکنید، از خودتون میپرسید این زندگی خیلی جالبی هستش. منظورم چی هستش؟ نگاه بکن ببینید که یک نفر یهودی چجوری زندگی میکنه. میگه همه هم که صبح از خواب بیدار میشه، هنوز وقت نکرده کلمه ای از دهنش در بیاره، باید فوری برگرده و بگه چی؟ مده انی لفا نخا مل خی بکی یا همشه خزار تا بینشماتی. یا اوکی، همین که از تخت خواب میاد پایین میخواد یه نوشیدنی یه چیزی بخوره، یه چایی بخوره، برمیگردش کنه، آقا صبر کن. میگه چی شد دیگه حالا؟ میگه اول از همه باید براخوت بگی، تا براخوت نگی نمیتونی غذا بخوری. میگه اوکی براخوت. بعضی که براخوت خورد یه لیوان چای میخوره، میخواد بشه غذا بخوره، میگه نه صبر کن، اول از همه باید چیکار باید بکنی؟ تفیلا بخونی، شخریت. میگه اوکی، شروع میکنه به شخریت خوندن. شخریت که براخوت شد دست میشوره که بعد دست بشوری، هموتسی بگی و میشینه سر سفره، یه نون و پنیری بخوره، یه غذایی بخوره. بعضی که غذاش براخوت شد میگن آقا همونجوری که غذا براخوت میشه که بعد نوارخ بگی، نوارخو میگی. و بعد از اون که نوارخ تموم شد برمیگرده میخواد بره سر کار. میگن حالا که میخوای بری سر کار اونجا هم باید مواظب باشی. میگه منظور چی هستش؟ میگه آره سر کارم باید حواس جمع باشه که دزدی نکنی، پول کسی رو نخوری، درست کار بکنی، با امونایی کار بکنی، کوشر به یاشر، و هر چقدر هم که پول درآوردی 10% رو باید بدی به چی؟ به صدقه. میگه اوکی. بسته که روز وقتی سرش خیلی 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 شلوغ هستش و داره کار میکنه، برمیگردن یه دفعه بهش میگن آقا مینخا چطور شد؟ میگه منظورتون چی هستش؟ میگه آره باید مینخا رو بخونی. بسته روز زمانش میگذره، یعنی دست از کار بکشم. میگه دست از کار باید بکشی، همه چی رو باید ببندی و مینخا رو بخونی. بعد از اینکه مینخا تموم شد، همین که خسته و کوفته میخواد بره خونه، میگه صبر کن، همجوری نمیشه بری خونه. قبل از اینکه بری خونه باید بری اربیت، باید بری کلیسا مینخا اربیت رو بخونی. میگه اوکی، اربیت میخونه، میرسه خونه، همین که لقمه غذای خورد و اینا، برمیگرده میخواد استراحتی بکنه، میگه نه باید تورا بخونی. میگه منظورتون چیه؟ میگه دو بار در روز این نفر یهودی باید تورا بگیر، هم صبح و هم شب باید تورا بخونی. شروع میکنه مقدار تورا خوندن، خسته حالا میخواد بخوابه، داره ولو میشه، برمیگردن بهش میگن همجوری نمیشه نفر بخوابی. یک نفر یهودی قبل از اینکه بخوابه باید چه مایسرال بگه، کریچ ملامیتا بگه و بعدش تو میتونی بری و بخوابی. ساستون سوال میکنم، آیا شما تو این زندگی یهودی چیزی به عنوان آزادی میبینید؟ این در حقیقت بیشتر چیزی حبس هستش، که یک حبس هستش که اون شخص قرار گرفته و نمیتونه تکون بخوره، نه اجازه جلو رفتن داره، نه عقب رفتن داره، و هر کاری بخواد بکنه گیره. و در حقیقت این چیزی هستش که ما به ارث گرفتیم تو همچین زمانی که اسمش هست زمان موعد پسخ. در زمان موعد پسخ عم اسرائیل موقعی که توی کشور مصر بودن، آزاد بودن، بی بندوبار بودن و هیچ فشاری رو اونها نبود که به هیچ ترتیبی هیچ میتوایی رو انجام بدن، تا اینکه از کشور مصر اومدن بیرون. و وقتی از کشور مصر اومدن بیرون، حکادش بارخو گفت که من شما رو میارم بیرون که بیاین روی کوه سینای تبدون الهرد سینای و در اونجا صاحب تورا بشید. و وقتی ما صاحب تورا شدیم، توی تورا تمام چیزایی که الان صحبت کردم صحبت کرده و اونجا صحبت از این میکنه که تبدون الی، شما باید بیاین به خداوند رو عبادت بکنید و میتوه های اونو انجام بدید. در حقیقت موقعی که ما اومدیم روی کوه سینا بنا رو گرفتیم، این شد قسمتی از زندگی یک نفر یهودی. از خودمون سوال میکنیم این چه جور جشن آزادی هستش که ما جشن میگیریم برای سالیان سال؟ موقعی که از مصر اومدیم آزاد بودیم، بی بند و بار بودیم، هر کاری دلم میخواست میتونستم بکنم. اما حالا که به من میگی آزاد شدم از کشور مصر، اومدم بیرون، این چه جور آزادی هستش که من توی انقدر لیمیتیشن، حد و حدود قرار گرفتم و آزاد نیستم اونطوری که دلم میخواد بیام برم رفتار بکنم و آزاد باشم؟ این آزادی نیستش برای من.
در حقیقت امروز میخوام با شما یاد بگیرم یکی از نامه های ربه لوباویچ، نامه ای که ایشون می نوشتن برای ام اسرائیل در ماه نیسان 5718 مقابل با 1958، حدود 62 سال پیش در همچین زمانی ماه نیسان. و امروز چون روز تولد هارپی میلوباویچ هستش، خیلی بکنم خیلی بجاست که این مسیج پسخ و همه ما با هم دیگه یاد بگیریم. ربه سوال میکنن و میپرسن آزادی یعنی چی؟ معنی آزادی یعنی چی؟ ایشون توضیح میدن که معنی آزادی یک معنی نسبی هستش. من و شما به یک طریق فکر میکنیم و دیگران ممکنه طریقه دیگه ای فکر بکنن و اون چیزی که آزادی هستش برای من یا برای یک شخص یا برای یک موضوع، آزادی نیستش برای کسای دیگه. آزادی معنی های مختلفی داره و یک معنی نسبی هستش. و چه موقعی نفر آزاد هستش؟ موقعی که اون شخص به تکامل حیای خودش میرسه و به اون اوج تکامل زندگیش میرسه. اون موقع اون شخص احساس آزادی میکنه، احساس میکنه که اکامپلیش شده. ولی تا مادامی که اون شخص به اون سلف اکامپلیشمنت نرسیده، احساس آزادی نمیکنه. بیایم با هم دیگه نگاه بکنیم به چند تا از گروه های مختلف چیزهایی که توی دنیا قرار گرفتن و ببینیم که برای هر کدوم از اونها معنی آزادی چی هستش. برای مثال بیا نگاه گل بکنیم. از خودتون میپرسید گل چی لازم داره به خاطر اینکه بتونه به اون تکامل زندگیش برسه و احساس آزادی بکنه؟ یه اول از همه احتیاج داره که یک گلدون خیلی قشنگ داشته باشه، با خاک خیلی خوب و با کود خیلی عالی. و فقط این کافی نیستش، واسهش مهمه که آب داشته باشه مقداری. و بعد این فقط کافی نیستش، باید جای بشه که مقدار آفتاب بهش بخوره و هوای عالی. میگه به این ترتیب اون گلدون که توش گله قرار گرفته احساس آزادی و تکامل میکنه، چون تمام خواسته هاش براش برآورده شده. خاک خوب همراه با کود با مواد غذایی عالی، آب به اندازه کافی، آفتاب به اندازه کافی و هوایی که نه گرمه و نه سرمه و دقیقا اونجوری هستش که اون گل لازم داره که بتونه رشد بکنه. میگه اون گل به تکامل خودش میرسه و رشد میکنه و قشنگ رشد میکنه. که حالا شما بیاین به همین خواسته ها ای که یک گل احتیاج داره رو به گروه بعدی بدید. اون گروه بعدی چی هستن؟ لطفا حیوانات. میگه آیا اون حیوانات براشون کافی هستش که شما فقط بیاین بهشون خاکی بدید که باش کود زیاد داشته باشه یا یه مقدار آب اونجا باشه؟ که شاید آب خوب باشه، اما مواد غذایی که برای گل مواد غذایی زندگیش هستش به حیاتش هستش، برای اون حیوانات مواد غذایی نیستش. و اون محبته ای که شاید برای گل کافی باشه که بتونه رشد بکنه، برای حیوان کافی نیستش. اگه حیوان رو بردارید فقط یک چه قرارش بدید بگید باید اینجا باشی، اون احساس حبس میکنه و براش آزادی نیستش. آزادی چه موقعی هستش؟ موقعی که میتونه بدوه از یه طرف به یه طرف دیگه، از یه جا به یه جای دیگه و به این ترتیب احساس میکنه که آزاد هستش و رشد میکنه و اون غذایی که میخواست براش فراهم میکنن. میگه با اون ترتیب و به این ترتیب اون شخص احساس، اون حیوان احساس آزادی میکنه. اما اگه این خواسته ها براش برآورده نشده باشن، اون آزادی رو نداره. حالا شما بیاین و تمام این خواسته هایی که برای یک حیوان هستش رو برگردید به پرندگان. میگه برای پرندگان این کافی هستش؟ میگه نه 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 نه، پرنده احتیاج به این نداره که بتونه از یه طرف به جای بره به جای دیگه، بلکه احتیاج به این داره که توی آسمون براش باز باشه و بتونه از هر گوشه آسمون از یک جا به یک جای دیگه ای بره. که موقعی که اینها رو برای یک پرنده آماده میکنی،
که میتونه از یک گوشه دنیا به یه طرف دیگه گوشه دنیا بال بکشه و پرواز بکنه، میگه اون موقع استش که احساس آزادی میکنه. گروه بعدی کی هستن؟ یک درجه بالاتر هستش، انسان ها. اگه به انسان ها برگردید، همون خواسته هایی که یک گل لازم داره یا یک حیوانات لازم دارن یا پرندگان لازم دارن روشون بدی، براش کافی نیستش. برای یک انسان کافی به این نیستش که بتونه بال بکشه، بال کشیدنی وجود داره، بتونه بجه و بدو از یک جا به جای دیگه، قشنگه، خوبه، لازمه، اما این خواستش نیستش. بلکه خواسته یک انسان چی هستش؟ چه موقع یک نفر انسان احساس بزرگی میکنه و احساس سلف اکامپلیشمنت، یعنی تونسته به تکامل برسه، میرسه میکنه و احساس آزادی میکنه، که موقعی که اون حس بیان براش برقرار هستش و میتونه فکر بکنه. مخشابا، یکی از بزرگترین براخهایی که اکادش بار خوب ما انسانها داده چی هستش؟ که ما میتونیم فکر بکنیم و تخیلاتمون رو استفاده بکنیم و با تخیلاتمون رو بعدش به رشته تحریر و انجام درشون بیاریم. فکر میکنیم راجع به یک کامپیوتر چجوری باید درست بشه و بعدش اونو به عمل در میاریم. و از این که میتونیم صحبت بکنیم با هم دیگه و اینها رو با هم دیگه متصل بکنیم، طریقه‌ای که هیچ کدوم از دیگه از حیوانات یا پرندگان نمیتونن بکنن. طریقه‌ای که من و شما با هم دیگه صحبت میکنیم درجه خیلی 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 بالایی هستش که میتونیم چیزهای مختلف رو وصف بکنیم و توضیح بدیم و بیاریمشون پایین. میگه این بزرگترین براخایی هستش که یک انسان داره، طریقه‌ای که فکر میکنه و طریقه‌ای که میتونه صحبت بکنه، و اینو ما را میکنه برتر از هر کس دیگه‌ای از بقیه حیوانات دیگه‌ای که دنیا وجود دارن. اما اگه به نفر شما این اجازه صحبت کردن رو بهش ندید که بخواد احساسات خودش رو تکرار بکنه، به گوش بقیه بخواد برسونه، یا اگه بهش اجازه ندید که بتونه فکر بکنه و میگی فقط چیزی که من فکر میکنم و فقط چیزی که من به تو میگم تو باید اونو به عمل در بیاری، میگه اون شخص احساس میکنه که توی زندان واقعی هستش. میگه به خاطر این که بخواد به اون رشته تکامل برسه، خیلی وقتا باید زحمت بکشه، عرق بریزه، فکر بکنه و قدرت خیلی زیاد بذاره که بتونه به اون چیزهایی که میخواد دست پیدا بکنه. اما وقتی که دست میافه به اون چیزی که میخواد، اون موقع هستش که احساس آزادی میکنه. وقتی زحمت میکشه و عرق میکشه و یک چیزی رو یاد میگیره و بعد از اینکه یاد گرفت خودشو عوض میکنه، اون موقع هستش که احساس میکنه که به تکامل واقعی رسیده. بله، عرق ریخته، اما این اجازه رو به خودش داده که بتونه چیکار بکنه، به تکامل واقعی برسه و واقعا آزاد باشه. اما اگه نتونه این کار رو بکنه، به معنی آزادی واقعی نرسه، چون نمیتونه خودش رو تکامل بده. سخت هستش، اما این معنی واقعیش هستش. که شاید بشه یک مثالی آورد که همه ما کم و بیش آشنایی داریم. یکی از بزرگترین براخایی که اکادش بار خوب دنیا داده اون زندگی هستش، ازدواج کردن. انسان ها به صورت شخصی به دنیا اومدن، اما هیچ کس نمیخواد به صورت انفرادی به دنیا اومدن، یعنی زن و مرد جدا هستن، اما هر کدوم از اونها به تنهایی هیچ وقت خوشحال نیستش و همیشه دنبال چی میگرده؟ نفر دومی که بتونه باش اون زندگی اشتراک رو برقرار بکنه. اما هر کدوم از ما میدونیم چرا نفر مرد میخواد ازدواج بکنه، یا برعکس زن میگه آقا میخوای ازدواج چی بکنی؟ واسه اینکه ازدواج کردی باید خودتو میذاری لاجرز هزار جور کاندیشن. موظف هست که خرجی نفر رو بدی، موظف هست که دیگه وقتت که وقت مال خودت نیستش و هر کاری که میخوای بکنی باید هزار جور اجازه بگیری. تا حالا آزاد بودی هر کاری دلت میخواد انجام بدی، اما از حالا به بعد نه، اون آزادی نداری تو. هر موقع میخوای هر ساعتی بیا، هر ساعتی میخوای برو، هر چیزی که میخوای بخور. اما حالا که ازدواج کردی به این صورت نیستش و هزار یک جور رو خودت کاندیشن قبول کردی که توی کتوبا زیرش امضا کردی. سو این چه جور آزادی هستش؟ میگه بله، این آزادی هستش. درست سخته، اما وقتی که ازدواج میکنه به یک تکاملی میرسه که قبلا قادر نبوده به اون برسه. و اون چی هستش؟ تکاملی که تشکیل خانواده میده، تشکیل
زن و بچه میره. میگه برای اون شخص اون تکامل زندگی هستش. برای اون شخص درسته که اون آزادی که قبلا بود داره نداره، اما با اینکه توی وارد یک لیمیتیشنی شده، به این ترتیب خواستش برآورده شده و اون خواستش چی هستش؟ که تشکیل خانواده دادن، اما به شرط اینکه زن و شوهر با هم دیگه بسازن و دعوایی وجود نداشته باشه. چون اگه دعوا وجود داشته باشه، اون زندگی زن و شوهر هم زندگی نیستش. اما موقعی که همه چی درست کار میکنه و زحمت کشیدن و واقعا رو خودشون زحمت میکشن، میگه اون موقع هستش که اون تکامل واقعی رو میبینن و اون چی هستش؟ عشق به وجود آوردن یک خانواده و لذت بردن از بچه‌هایی که اونجا به دنیا میاد و از اینکه بچه‌ها رو بزرگ میکنن و برای خودشون یک داینستی به وجود میارن. میگه اوکی، تا حالا درکش کردم همه اینا رو. اما راجب نفر یهودی چی هستش؟ میگه هر کدوم از ما یهودیان بچه های هکادش بارخو هستیم. بانی متم لشم لکیخم، که ما بچه های هکادش بارخو هستیم که خداوند قسمتی از وجود خودشو در درون ما گذاشت. اون قسمت اسمش چی هستش؟ اسمش هست نشما. وقتی که ما به دنیا اومدیم و شده که خلق الوکه میمال ممش، که قسمتی از وجود هکادش بارخو در درون ما قرار گرفت. و وقتی که خداوند اون قسمت رو در درون ما گذاشته، یعنی در قسمتی از درون خودش در درون ما قرار گرفته و ما یه جوری اینترنالی داخلن با همدیگه متصل هستیم و به این ترتیب چون با هم به صورت نشامایی با همدیگه متصل هستیم، به این ترتیب همیشه نشامای ما میخواد برگرده و متصل بشه به پدرمون توی آسمون هکادش بارخو. و تا مادامی که متصل نشده احساس میکنه که به تکامل نرسیده. چه موقعی احساس میکنه که به تکامل واقعی رسیده؟ موقعی که اون نشاما اون بستگی هم بستگی رو میبینه. چه موقعی چجوری میتونه ببینه؟ میگه چه موقعی اون نشاما میتونه ببینه؟ موقعی که اون نشاما برمیگرده و شروع میکنه به انجام دادن تورا و میتسوات. وقتی نفر یهودی برمیگرده و تورا و میتسوا انجام میده، اون در حقیقت داره این اجازه رو به خودش میده که خودش رو متصل بکنه با هکادش بارخو. و این بزرگترین برخایی هستش که هکادش بارخو به ما داده. خیلی وقتا هستش ما وقتی در درون خودمون رو نگاه میکنیم، میبینیم ای داد بیداد، درسته که من همه چی دارم، ولی هنوز به نظرم میرسه که هیچی ندارم. در درون خودم کمبودی میبینم که اون کمبود منو اذیت میکنه، چون فکر میکنم به تکامل نرسیدم. اما محض این که من بر میگردم و شروع میکنم به انجام دادن تورا و میتسوت، به اون تکامل واقعی میرسم و احساس میکنم که با هکادش بارخو یکی شدم. اگه نگاه کرده باشید، خیلی وقتا هستش زندگی نفر بلت شوبا، نفری که تازه به تورا و میتسوت اومده، زندگی خیلی جالبی دارن. منظور من چی هستش؟ براشون خیلی سخت هستش که میتسوه ها را انجام بدن، چون تالا اینا را انجام ندادن و باید خیلی خودگذشتگی های مختلف انجام بدن که بخوان اون میتسوه ها را انجام بدن. خیلی وقتا از خانواده، از دوستان، از طریقی که قبلا زندگی میکردن، از طریقی که غذا میخوردن، از همه اینا باید دور بشن و باید یک زندگی تازه ی شروع بکنن. شما ممکنه برگرد بگید وای ایداد بیداد، اینجوری میخواد همینا رو بذاره کنار، احساس بدبختی یا توی زندان بودن نمیکنه؟ اما میبینیم که نه، نمیکنن و خیلی خوشحالن از اینکه دارن این میتسوا رو انجام میدن، با وجود که خیلی خیلی سخت است براشون. که دلیلش چی هستش؟ میگه فقط به خاطر یک دلیل. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه احساس میکنن وقتی که میتسوا رو دارن انجام میدن، دارن با هکادش بارخو یکی میشن. سخت هست، زحمت باید بکشن، اما وقتی که میتسوا را انجام میدن، اون احساس همبستگی و یگانگی و یکی بودن و به تکامل رسیدن براشون اون آزادی کامل هستش و اون لذت واقعی ازش میبرن. میگه به همون ترتیب هم هست دلیلی که ما برمیگردیم و اسم این موعد هستش خگ اخرود
جشن آزادی. آزادی یعنی چی؟ که من آزادم که میتونم میتسواهای یکادش بارخو رو انجام بدم. بله بعضی وقتا سخته، اما وقتی که انجام میدم لذتش رو من تازه میبرم، تازه من احساس میکنم که یکادش بارخو به من چی داده. چرا؟ چون احساس میکنم که نشامای من داره میرسه و نزدیک میشه به یکادش بارخو، داره با اون یکی میشه. ولی وقتی که من اون میتسواه رو انجام نمیدم، ممکنه تمام خواستهای دیگه زندگی برای من برآورده شده باشه، اما هنوز I feel I lack و احساس میکنم که یکی با کدش یه چیز در درون من کم استش و احساس تکامل نمیکنم. و چون احساس تکامل نمیکنم، اون احساس آزادی رو نمیکنم، خوشحال نیستم. این چیزی هست که در حقیقت کدش بارخو داره به ما میگه. کدش بارخو داره برمیگرده ما میگه من میخوام که شما توی میتسوهای من راه برید و اونها را انجام بدید. و همونطور که توی پریکاوت نوشته، تو پریک شیشم چپتر دوم چی نوشته اونجا؟ میگه این لقب بن خورین الا میشه اوسک بطورا. میگه هیچ کسی آزاد نیست مگر اینکه داره تورا را انجام میده. میگه آزادی واقعی در حقیقت چه موقعی هستش؟ موقعی که شما دارید تورا و میتوات انجام میدید. به نظر سخت میاد، اما اون سختی به شما داره آزادی میبخشه و در حقیقت این برای شما اون رفاه رو میاره و اون تکامل میاره و اون شما احساس یکی بودن با کدش بارخو میکنید. یه داستانی میگم و به این ترتیب شاید بتونیم یکم بیشتر بازش بکنیم. خیلی وقتا هستش میدونید وقتی نفر تصدیق رانندگی میگیره، یکی از کارهایی که باید بکنین هستش که باید قوانین رانندگی ها یاد بگیره. تا حالا چندین بار راجع به این موضوع صحبت کردم، اما موضوع جالب چی هستش؟ وقتی شما رانندگی میکنید، این نفر راننده باید بر طبق قانونی که توی اون کشور و توی اون شهر وجود داره اجرا بکنه و رانندگی بکنه. وقتی چراغ قرمز هستش باید صبر بکنه، موقعی که سبز هستش میتونه رانندگی بره جلو، جلوی استاپ ساین باید ساب بکنه و نره جلو، و یه موقعی میتونه بچه دست راست، یه موقعی نمیتونه بچه دست راست و با این سرعتی باید بره. اگه نفر برگرده بگه آقا من I don't care واسه چکم از این رنگا، قرمز و سبز دوتاش واسه من یه رنگ هستش، هیچ معنی نداره، I do what I wanna do، هر کاری که دلم خواست میکنم، و سرعت نوشتن سی، من میخوام 60 برم اینجا، میگه محض اینکه زیاد حتی بخواد فکر بکنه، به محض اینکه هر جور دلش خواست رانندگی خواست بکنه، اون شخص چه اتفاق میفته؟ مدت زمان زیادی نمیکشه که تصادف میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه با قانونهای خودش میخواد بره جلو و با قانونهایی که اونجا وجود داره نمیخواد بره جلو. میگه من میخوام آزاد رانندگی کنم. میگه چه آزادی داری رانندگی میکنی؟ این طریقه‌ای که تو داری رانندگی میکنی به تو آزادی نمیبخشه، بلکه تو رو مرحوم میکنه از این که بتونی رانندگی بکنی و زخم و زارت میکنه. که به همون ترتیب هم هست توراتین و عقدوشا. توراتین و عقدوشا برگشته به ما میگه من میخوام تو آزاد باشی. درسته که ممکنه یکم سخت باشه برات، اما با این سختی ها، با این میتسوه هایی که به تو میدم، شاید به نظر سنگین برسد برسه، اما باشون میتونی بال بزنی و بری توی عرض آسمون ها و تا اونجا هر جوری که دلت میخواد پرواز بکنی. اما موقعی که تو تورا نداشته باشی و میتسواتو نداشته باشی، خیلی سختر میشه که بخوای تو این دنیای عجیب و بزرگ بری جلو، بلکه خودت به تنهایی میخوای همه چی رو بلند بکنی و بار همه چی رو سنگینی میکنه و فقط زندگی خیلی سختر از اون چیزی میشه که هستش. آی زندگی برات سخت نشه، تورا رو بیار جزوی از زندگی خودت و تورا و میتسواتو بکن بال زندگی خودت. به این ترتیب تو میتونی با خداوند شریک میشی و خداوند با تو شریک میشه و به این ترتیب خداوند کمکت میکنه که بتونی تو این دنیا قشنگ بری جلو و هیچ مانعی برات مانع نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه کدش بارخو، کسی که دنیا را آفریده، کسی که کتاب رو برای ما نوشته، خودش میدونه که چجوری هر کدوم از اینا رو سالو بکنه برای ما، حلش بکنه برای ما. خودش به ما اون آزادی میبخشه و ما میگه چیکار بکنیم که بتونیم لذت این زندگی رو ببریم و بتونیم به اون نقطه تکامل برسیم و بتونیم آزاد باشیم.
وقتی به همچین طریقی رفتار میکنیم، اون موقع استش که یک نفر یهودی میتونه معنی واقعی و حقیقی آزادی رو بچشه و لمس بکنه و حس بکنه. چرا؟ وقتی شما به این ترتیب رفتار میکنید، حکادش باروخو رو در هر گوشه دنیا و کنار خودتون میبینید. صبح که همین که از خواب بیدار میشید، برمیگردید میبینید به خدایا شکرت که تونستم شما باز بکنم. مده انیل فانخا، ازت تشکر میکنم. میتونم راه برم، برمیگردم از خداوند تشکر میکنم. میتونم نفس بکشم، برمیگردم از خودش بارخو تشکر میکنم. میگم خدایا از اینکه کنار من هستی و به من این براخا رو داری میدی، ازت تشکر میکنم. در حقیقت یک نفر اسرائیل واقعی کسی هستش که بتونه خداوند رو در کنارش و اطرافش و هر جایی که میره میتونه ببینه. و وقتی برمیگرده و یک عملی انجام میده، در حقیقت داره از خداوند تشکر میکنه. داره میگه خدایا تشکر میکنم از اینکه اینونی که من دادی میتونم بخورم و میتونم صبحونه داشته باشم. خدایا ازت تشکر میکنم که من وقت دادی، گوش دادی، بینایی دادی که میتونم تورا یاد بگیرم. خدایا ازت تشکر میکنم که میتونم برم سر کار انجام بدم و بتونم پول در بیارم و توی پول در آوردن دست خداوند رو داره میبینه همه جا. میگه بنابراین این اسرائیل، اسرائیل هستش که خوشحال هستش و خوشحالی رو در هر گوشه و زندگی با خودش میبینه. چرا؟ چون دست خداوند همراه با زندگیش هست و خوشحال از این هستش که خداوند میتونه اونو باشه. و این یک تکامل واقعی هستش. کسی که بتونه اینجوری نگاه بکنه و یاد بگیره و به بزرگی تکامل میرسه. و در حقیقت این چیزی هستش که ما هر بار در روز، چندین بار در روز میگیم. صبح و بعد از ظهر میگیم چی؟ شما اسرائیل هشم الوکینو هشم خواهد. بشنو اسرائیل، خدای ما یکتاست. و برمیگردیم اونجا توی شما اسرائیل چه میگیم؟ میگیم هفتت هشم الوکیخا، که میگیم نه فقط تو باید خداوند رو قبول داشته باشی، بلکه به هفتا باید بهش عشق ببرزی. چجوری؟ به خل لبابخا، به خل نفشخا، به خل مودخا، با همراه با تمام قلبت، با تمام وجودت و تمام داراییت. یه وقتی که انسان به همچین طریقی، یعنی با تمام وجودش، داراییش و هرچی که داره رو داره خداوند رو عبادت میکنه، میگه در اون زمان تو بر میگردی خداوند رو همه جا میبینی و خوشحال هستی. یک جوری به شیفت خواه، به بیت خواه، موقعی که نشستی، هر جایی که نشستی تو خداوند رو میبینی. به درخ، موقعی که داری راه میری خداوند رو میبینی که کنارت هست، شده به تو راه میره. و موقعی که خواب میخوای بخوابی، باز میبینی خداوند کنارت هستش و لذت از این میبری که خداوند کنار تو هستش. اوف کومخا، و موقعی که دوباره بیدار میشی میبینی خداوند کنار دست هستش. و موقعی که تفیلا میخونی لعود علیدخا و تفوت بن عینخا، موقعی که میذاری تفیلا روی سرت و روی دستت و المزود بیتخا، و آخر وقتی مزار میذاری روی در خونت که وقتی میری بیرون بوسش میکنی یا میای تو، میگه لذت از این میبری که با خداوند یکی شدی. وقتی به همچین طریقی رفتار میکنی که تو با خداوند هستی، خداوندم با تو یکی هستش. و این معنی آزادی واقعی یک نفر یهودی هستش. موقعی که خداوند رو تو زندگیمون میاریم، در حقیقت دارم خودمون به تکامل میرسونم و دارم در حقیقت با اون یکی میشم. و در حقیقت این معنی واقعی آزادی هستش، نه اینکه من هر کاری دلم خواست بکنم، بلکه بتونم حق قدش باروخو رو در زندگی خودم داشته باشم و بتونم خودم رو به اون برسونم. اون موقع استش که آزادی واقعی من دارم. امیدوارم که هر کدوم از ما بتونیم زخه بشیم به این آزادی واقعی، آزادی که کدش بارخو در این روزها به ما داده و بخشیده. ما رفتیم بگیریم اونها رو. امیدوارم که خک موعد پسخ زمان آزادی برای همه باشه، با خک کاشر و سامیخ، زمانی باشه که همون بتونیم آزادی رو احساس بکنیم، به خصوص شب موعد پسخ، و بتونیم جشن بگیریم جشن موعد پسخ رو هر جایی که هستیم، هر گوشه دنیا هستیم، با خوبی و خوشی خگ کاشر و سامیخ و خگ کاشری داشته باشیم و خوشحالی داشته باشیم. آمین. که رفتون